بیش از 80 کشته و مجروح قربانی انفجارها در عراق در کمتر از یک روز. فراخواندن 5 گردان از نیروهای ارتش به بغداد توسط مالکی در پی بالا گرفتن اختلافات در ائتلاف ملی. گاردین: مالکی یک رهبر فاجعه بار است و دولت مالکی به همان اندازه که یک دیکتاتوری است بی صلاحیت نیز است. با ادامه انفجارها در بغداد و سایر شهرها و موضع‌گیری ها علیه مالکی در ائتلاف ملی نزدیک به او و واکنش های متقابل مالکی، از جمله فراخواندن 5 گردان استخبارات ارتش به بغداد توسط مالکی، بحران امنیتی در عراق اوج تازه یافته است. گزارش تلویزیون السومریه در اثر انفجاری که در حسینیه اسدالله در منطقه الحسینیه در شمال بغداد را هدف قرار داد، 6 تن کشته و 21 تن دیگر مجروح شدند. همچنین در یک حمله مسلحانه در منطقه نهروان در شرق بغداد، 2 کشاورز کشته و 2 نفر دیگر مجروح شدند. در حمله مسلحانه دیگری در نزدیکی حسینیه مصطفی در حی اور در شرق بغداد، 4 تن کشته و 7 تن مجروح شدند. سه‌شنبه شب بر اثر انفجار یک قهوه‌خانه در استان دیالی، بر اساس نتیجه نهایی 20 تن کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند. به گزارش تلویزیون بغداد، انفجار در مسجد جامع در منطقه سبع البور در زمان خروج نمازگزاران بعد از نماز شب، 4 کشته و 6 مجروح بر جای گذاشت. همچنین در خمپاره‌باران مسجد کوی الفرات در بغداد، 2 تن از مردم کشته و تعدادی مجروح شدند. علاوه بر اینها، بغداد شاهد انفجار دیگری در منطقه العامریه بود. اصیب 9 اشخاص بجروح في انفجار سياره المفخخه. يقول روز گذشته جواد شهیلی نماینده مجلس عراق از جریان صدر از برگزاری نشست فوق‌العاده ائتلاف ملی برای اتخاذ تصمیماتی از جمله انتخاب جایگزین مالکی خبر داد. به گزارش تلویزیون العربیه جواد شهیلی تاکید کرد امروز مالکی در عراق همه کاره شده است. به همین دلیل مقتدا صدر در نشست فوق‌العاده خواستار تغییر فرماندهان امنیتی و تغییر مالکی خواهد شد. جواد شهیلی افزود یک مشکل واقعی وجود دارد. مجلس مرده است. دولت مرده است. ائتلاف ملی مرده است. پس بگذار به مردم بسپاریم که این وضعیت را تغییر بدهند و یا رهبران واقعی این وضعیت را تغییر بدهند. به گزارش تلویزیون التغییر یک منبع برجسته بعد تغییر گفت نشست اتحاد ملی طوفانی بوده است و با حضور مالکی و جعفری و خوزیر الخزائی و رؤسای فراکسیون‌های اتحاد ملی تا ساعت 2:30 ادامه داشته است. به گفته این منبع اتحاد ملی افتضاح فرار زندانیان و فروپاشی امنیتی در کل کشور را مورد بحث قرار داده است. مالکی در این نشست میگوید که پلیس فدرال مسئول فرار زندانیان است، ولی رهبران اتحاد ملی به مالکی پاسخ میدهند که اگر پلیس فدرال وابسته به وزارت کشور مسئول این فضاحت است، تو به اعتبار سرپرست وزارت کشور مسئول اول فرار زندانیان هستی. منبع میگوید نهایتاً طبق طرح پیشنهادی خوزیر الخزائی، کمیته ویژه‌ای از اعضای اتحاد ملی برای بحث حول اسامی مطرح شده برای وزارت کشور تشکیل شده است و این کمیته طی یک هفته وزیر کشور را معرفی می کند. در پی این نشست به گزارش تلویزیون رافدین، مالکی 5 گردان از نیروهای استخبارات لشکرهای ارتش دولتی را بعد از بالا گرفتن اختلافاتش با شرکایش در ائتلاف ملی با بهانه اینکه این گردانها زیر تهدید هستند به بغداد فراخوانده است. این در حالی است که خبرگزاری المدار پیش از این نوشته بود ائتلاف دولت قانون مالکی روز دوشنبه ایالات متحده را به دلیل تصمیم اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر مسلح کردن اپوزیسیون سوریه
مسئول افزایش خشونت در عراق دانست. از سوی دیگر تلویزیون دولتی العراقیه از ضرورت اعلام وضعیت فوق‌العاده به مدت 30 روز در سراسر عراق سخن به میان آورد که ضرورتاً اختیارات ویژه‌ای را برای مالکی فراهم می‌کند. هناك قناعات تولدت لدى القاده الامنيين بضروره مسك المناطق الساخنه المعنيه. این اقدامات در حالی است که حاکم الزاملی عضو کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق از جریان صدر گفت مدیریت پرونده امنیتی توسط نوری مالکی موجب چنین وضعیت زیانبار و مسخره‌ای شده که وضعیت امنیتی کشور به طور مستمر به هم ریخته است. در همین حال به گزارش تلویزیون البغدادیه مقتدا صدر طی بیانیه‌ای خطاب به ائتلاف رژیمی در عراق اعلام کرد یا باید استعفا بدهید یا اینکه شما را برکنار می‌کنند. فلا توجد ثمرة لأنها ستكون بيد الدكتاتور الذي له معارضة من الداخل أم أطالب التحالف الوطني. گاردین سرمقاله خود را به موضوع بحران امنیتی عراق اختصاص داد و نوشت خزیدن تدریجی عراق به خشونت بیمارگونه به دلیل درگیر بودن جهان در بحران سوریه تحت شعاع قرار گرفته است، ولی عراق تقریباً به همان اندازه همسایه‌اش در وضعیت خطرناکی قرار دارد. به طور واقعی تا این لحظه در ماه ژوئیه آمار کشته‌ها در عراق از سوریه بیشتر بوده است. گاردین نوشت نوری مالکی اثبات کرده است که یک رهبر فاجعه بار است که قانون اساسی را برای تمرکز قدرت در دستان خودش برای به حاشیه راندن اقلیت سنی و احتمالاً برای تهدید بخش شمالی کردستان که تا به حال آرام بوده است تخریب کرده است. گاردین افزود وضعیت با فرارهای ناگهانی از زندانهای ابو غریب و تاجی که باعث شد بنیادگرایان پرسابقه مجدداً به فعالیت بازگردند خرابتر شد و بیانگر این حقیقت است که دولت مالکی به همان اندازه که دیکتاتوری است بی صلاحیت نیز هست، مگر نه اینکه قرار بود امنیت نقطه قوت مالکی باشد.